بچه ها چرا نمیه خودتون رو وز کنی؟ هر روز که چی بشه؟ هر راستش امروز میخوام همه تون رو مجانی وز کنی. من صاحب کنیم بچه ها، ولی به یه شرط. به چه شرطی؟ به شرطی که به هم بگین اون یکی دوستتون چرا چند روز پیداش نیست. کدومو میگی؟ مارگری. اونا از این کوچه رفتن. رفتن؟ کجا رفتن؟ ما نمیدونیم. هفته پیش اساسیاشون رو ریختن تو کامیون و از این محل رفتن. پس چرا بی خدا خودی؟ حالا میتونم خودمون رو وز کنیم؟ آره بیاییم. یه بکیش ببینیم. 26 سیاسه. حتما خودشو وز کرده و پولیشو بهت نداده ها؟ نه اون از من طلبکاره. بقیه این پول مال اونه، باید بهش پس بدم. خیلی خوب بچه ها دیگه گیره بریم. آره بابا جمینم من که تو خیلی چیه؟ آقا میشه یه زحمتی برام بکشی؟ این همه زحمت کافی نیست؟ آخه زحمت من راحت تره. ببینم چی کار کردی؟ از خونه بیرونت کردن؟ نه به یه نفر بدهکارم، اما اون از این محل رفته. خب اسمش چیه؟ مارگریت اسم خود طلبکار است، ولی پدر مادرشو نمیشناسم. آها حالا فهمیدم درده چیه. نیم وجبی دنبالم بیا. همین الان وسط پیداش میکنم. یه هفته پیش از این خونه رفته. یه دقیقه شب کن. جاش رسی دلت واسه دختره تنگ شده یا زیر دنگ نشی؟ کیه؟ آشغالیه. سلام آبجی. سلام مشرحی. بفرمی. میگم که آشغالاتون چند روز کم شده ها. آخه همسایه پایینمون از اینجا بلند شده. ای بابا بلند شدن. قرار بود یه خود خرت و پرت به من بدن. پس کجا رفتن؟ بالای شهر. شما آدرسشون رو نمیدونی؟ چرا؟ اگه زحمتی نیست بهم بگین. زحمت که هست سب کن برم روی یک کاغذ بنویسم ازت بیارم. آخه امروز جمعه است. پارک ممکنه شلوغ بشه. نمیشه روز دیگه را. نه آتقی، تو رو خود زودتر بریم و پیداش کنیم. آخه میترسم شیطونه گولم بزنه و پوله رو خرج کنم. باری کلا به این پسر امانت دار خودم. باشه، بستشو نخور، هر جور شده وسط پیداش میدیم. قربون عموی خودم برم که از همه بابای دنیا ناستره. خدا نکنه. از با افتادم پسر نکنم، پسر عوضی برم. نه آتقی، بیا. همینجا. پس بالاخره رسیدی. آره کوچه قشنگی. خب حالا برو دنبال پلاک خونه بگرد، من همینجا وایسادم. برو. اینهاش ببینش
همون دو تومانیه که به هم دادی. از اون وقت تا حالا لای کتابم نگرش داشتم که خرجش نکنم. ولی تو هم هر روز منو وزن میکردی. باشه، آخه من کاسب با انصافی هستم. از این پول فقط 5000ش مال منه. خب من که حالا پول خورد ندارم. باشه، پیش یادگاری. خب باشه، همیشه نگرش میدارم. گل میدم. مارگریت کیه؟ چرا دم در بستدی؟ وای باباست، پس من میرم. باشه باشه، ولی یه چیزی رو میخواستم بهت بگم. بگو. میگم که وزن سر زیاد میشه. پس به چه کاری؟ نظر چاق بشم. باشه، میلیسه. ماری خدافز، با هم الان میاد. نگاه کن، تکونم نخور. سلام بابا. سلام بابا. بازم که دیر اومدی. کاسب باید صبح زود سر کارش حاضر بشه. الان لنگ زوره. آقا معلم میگه کاسب حبیب خداست. رزقشان حواله شده. البته پسرم، البته. اینجا رو نگاه کن، تکونم نخور. لبخند بزن. نه، این چه لبخندیه. اینجا رو نگاه کن، صاف بشین. بشمار یک و بشمار دو و بشمار سه. خب اکنون عشق تا نیم ساعت دیگه هست. من میرم بر میگم. خیلی خب، برو. دیر کردی ها؟ ببخشین آقا معلم، سرویس مدرسه‌مون تو خیابون خراب شد. منم دیر رسیدم سر کلاس شما. بفرما سر ترازوی ما. ببینم فرهاد، تو که خونتون از اینجا دوری، چطوری خودتو میرسونی اینجا؟ همش میدونم، یه نفر. تو رو خدا زیاد ندو، میترسم خدا نگرده. نترس دختر جون، چیزیش نمیشه، عضلهاش محکم میشه، بزرگ که بشه استخوندار میشه. بله. اگه گفتی تو اون هفته چند کیلو بوده؟ درست 39 کیلو. الانم همون 39 کیلو، یه خورده کمتر.
تراز میگم هیکلم بی قواره نشه. نه تو منو ترازوم هستی تو خیالت راحت. میدونیم بچه ها قرار شد ما هم مثل سلمونی ها هر وقتی بیکار شدیم سر همدیگه رو بتراشیم. همونطوری وایستین لبخند بزنین بی حرکت. بشمار یک و بشمار دو و بشمار سه تموم شد. بای عکسمونو انداخت. خیلی داره زیاد میشه. پس تو چی کاری؟ خب نظر چاق بشم. من نظرم خب هر روز بیا پیش من خودتو وزن کن تا لاغر بشی. خنده داشت این کلک ها دیگه واسه ما قدیمی شده. بریم پول خرج کردنش خرج کردنش که قدیمی نشده. سلام فرهاد خان. ببینم بابا حالش چطوره مریم؟ حالش خوبه؟ نه امروز اتاقی زحمت کشید و دکتر واسه شو بود ولی بی فایده. آفتاب لب بوم. خدا شفاش بده. مریم خانم عمو تقی هست؟ آره بالا. مرسی. عمو تقی جانم اینجا یه همون تقیه. سلام. سلام همون جان. ببینم حالت خوش گذشت. آره خیلی. اون چی همون؟ هیچی قاب عکسه. مال کی؟ مال تو با مرگیریته. چند روز پیش گذرم افتاد شاه آباد پیش همون رفیقم که قابسازی داره. دادم قابش کرد. ببینم دستون درد نکنه همون تقیه. خیلی قشنگی. جدا قشنگی. اینم پولی که واسه ماشین میخواستی.
7000 تومانش پس انداز خودته، بقیهش هم شیرنی دیپلمت. عموتقی جدن جدن نمیدونم چطوری میشه از این همه زحماتی که واسم میکشین تشکر بکنم. فرهاد، با اینکه تو تا حالا اجر تمام زحماتمو دادی، ولی راستش تو دلم یک قصه بزرگی رو نشوندی. میدونم عموتقی، میدونم، ولی تو فکر میکنی که من گناهکارم؟ برگردیم به 12 سال پیش، زمانی که بابام مرد. اون وقتا که من چیزی سرم نمیشد، هر کی بهم لبخند میزد از ته دل بهش لبخند میزدم، و کسی که کوچکترین محبتی بهم میکرد جونم رو براش میدادم. خب در یه همچین مرحله ای از زندگی غیر از تو کسی دیگه ایم پا به پام اومد. اگه خندیدم خندید، و اگه روزی واقعا گریه کردم از ته دل برام اشک ریخت. فرهاد جان، من مارگریتو خیلی دوست دارم. 12 ساله که در کنار تو به دیدنش عادت کردم. اون یه انسان واقعیه. ولی پسرم، همونطوری که بارها بهت گفتم، راه شما با هم خیلی فاصله داره. درسته، ولی در آخر همه ی راه ها به یه جا ختم میشه، مگه نه؟ البته، ولی اون آخر خطه، تکلیف اول خط چی میشه؟ عموتقی، من و مارگریت دو انسان از دو دین متفاوتیم. من یه مسلمونم، اونم یه مسیحیه. ما وقتی بچه بودیم چه میدونستیم که نباید به هم دیگه عادت بکنیم؟ وقتی احتیاج به محبت داشتیم به چیز دیگه ای فکر نمی کردیم. می کردیم؟ میخوام یه مژده بدم. چه مژده‌ای؟ عموتقی پولی رو که میخواستم واسم تهیه کرد، از شهرداری وام گرفت. وام گرفت؟ آره، پس انداز خودم هم گذاشت روش رو بهم داد تا یه ماشین بخرم. چطوره؟ من و تو دیگه مجبور نیستیم تو گرما و سرما پیاده را بریم، مگه نه؟ چیه مارگریت؟ چرا داری میخندی؟ یعنی با داشتن اون ماشینای آخرین مدل؟ خب معلومه دیگه، باید هم از این خبر خندت بگیرم. نه نه، اون ماشینای بزرگ و گرون قیمت برام کوچکترین ارزشی نداره. ماشین تو اگه یه وجبم باشه، برام وسعت یه دنیا رو داره. مهم در کنار تو بودنه. مارگریت، مارگریت کجاست؟ رفت خونه دوستش که با هم برن کلیسا. کلیسا؟ بله. مارگریت، این روزا حضرت مسیح هم به سطوح برده، چه برسه به ما؟ برای قرار شد مارگریت گذشتش رو فراموش کنه و عشق فرهاد و مسیح دندون کرم خورده از بیخ بکرم و دور بندازه. این دندون کرم خورده بد جوری ریشه دونده، به این زودیه نمیشه کند و دورش انداخت. روبرت، تو حالا سر راه هستی، اعصاب خودتو خراب نکن. حالا برو، وقتی برگشتی بیشتر میتونی باش حرف بزنی. اون هیچ قاعده و قانونی رو نمیپذیره. این پسر عقلش رو ازش گرفته. میترسم براخره دختر بیچارم رو دیوونه کنه. این بازی مسخره کی به آخر میرسه؟ خدا میدونه. عشق مارگریت و فرهاد مثل بازی شطرنجه، بالاخره یک کدومشون بایستی مات بشن و میشن، ولی ای کاش اون یه نفر مارگریت نباشه. نمیذارم مارگریت به بازی ادامه بده. اول میریم خونه فرهاد، بعد فروز. چشم خوبم. خدا خدا خدا. صداشون کنم؟ بله، اگه ممکنه. چشم. ممنون میشم. فرهاد خان، فرهاد خان. چیه؟ با اجازه. خواهش میکنم. سلام آقای روبرت، خیلی خوش آمدین. بفرمایید بالا، خواهش میکنم. متشکرم. من نیومدم اینجا که پذیرایی بشم. من اومدم با آقا تاقی حرف بزنم. عموتقی تو پارکه.
ولی اگه راجع به مارگریت میخواین حرف بزنین، فکر میکنم بهتر از خود من هیچ کس نمیتونه در این مورد با شما صحبت بکنه. من چندین دفعه باها در این مورد صحبت کردم و ازت خواستم دور مارگریت رو خط بکشی، ولی تو نه تنها به حرف من اهمیت ندادی، بلکه سعی کردی بیشتر خودتو به مارگریت نزدیک کنی. همین چند روز پیش بود که از پنجره خونه شاهد رفتار بچگانتون بودم. خب جواب منو چی میخوای بدی؟ آیا احساس یه پدر رو هیچ در نظر گرفتی؟ پس مارگریت چی؟ احساس اون چی میشه؟ خواهش میکنم شما سنگ اونو به سینه نزنی. من خودم یه پدرم و میدونم به خواسته های منطقی دخترم چطور باید اهمیت بدم. متاسفانه عشق تنها چیزیه که از منطق همیشه دور بوده. با این عشق کودکانه و این احساس شاعرانه، هیچ میدونی که خونواده مادر مسحکه خاص و عام میشه؟ دخترم تو فامیل انگشت نماست، میتونی به من جواب بدی؟ هم میتونی؟ اون هیچ گناهی نداره. مارگریت مثل یک فرشته پاک و معصوم. بله، و گناهکار اصلی تویی، چون نخواستی بدونی که دو خط موازی هیچ وقت به هم نمیرسن. دختر جون، این گره کوریه که به دست هیچکی جز خود شما دوتا باز نمیشه. عمو تقی، ما هم نمیتونیم این گره رو باز کنیم. ده دوازده ساله که اشتباه کردیم و به بیراه زدیم. شایدم اشتباه خود من بوده که از اول جلوتون رو نگرفتم، ولی راستش اینجاشو دیگه نخونده بودم. کسی خونده بود که شما نخونده بودی عمو تقی؟ آتاقی، بله، یه دقیقه بیان. چیه؟ چی شده؟ یه نفر با شما بالای پارک کار داره. خیلی خب، برو، من الان میام. فکر میکنم از منطقه پنج جانشین واسم فرستادن. آخه درخواست داده بودم که از شهرداری چند روزی مرخصی بگیرم. خب، من دیگه میرم دختر جون. فرادم باز همین الان دیگه سر کلش پیدا بشه. باشه، من همینجا منتظرش میمونم. آقای رو برد چه عجب از این طرفاتش بود. اومدم چند کلامی با هم صحبت کنیم. بله میدونم، راجع به دختر پسر ها مهمه. بله، جز این مورد اختلافی با هم نداریم که بخوایم راجع به اون صحبت کنیم. البته آقای رو برد، در اصل ما با هم اختلافی نداریم، فقط دلبستگی جوانای خود باعث کدورت شده. بله بله، درسته. این فرهاد مثل سایه همه جا در تعقیب دختره من. خب، متاسفانه اونا هم دیگر رو دوست دارن و این کاریه که شده. حالا بایستی راه و چاه پیدا کرد. تنها راهی که برای اونا وجود داره جدایی. ما از دو دین متفاوت پیروی میکنیم. هر دوی ما و بچه های ما یک خدا رو پرستش میکنن و همین خدا این فاصله ها رو بین ما گذاشته. حالا ما میتونیم و یا قدرتشو داریم که بدون خواسته اون این شکاف رو پر کنیم؟ نه، استغفرالله، هر کار خدا روی حکمته. آتاقی، پس از فرهاد بخواه که از امروز به این احساسات بچگانش خاتمه بده و مارگریت رو به حال خودش. این چیزیه که من و فرهاد همیشه راجع به اون بحث میکنیم، ولی آخر سر نتیجهی که میگیریم بازم عشق و عاشقیه. خواهش میکنم دیگه این کلمه رو به زبون نگیرین آتاقی. بذار بده اینجا. باید یه جوری اینجا در ریم. بیا. نه،
که نمیخوام بذارم آینده ی دخترم با این رفتار بچگانه به خطر بیفته. به محض این که مسافرت برگردم ترتیبی میدم که دخترم یا این شهر رو ترک کنه یا ازدواج کنه. خواهش میکنم به فرهاد بگو اگه یک بار دیگه اونو با دخترم ببینم کاری میکنم که از عملش سخت پشیمون بشه. اینو بهش بگو. مگه خدا خودش بهمون کمک کنه؟ میدونی من هیچ وقت اونو به این حالت ندیده بودم. الان چند وقته که عجیب مواظب به منه، هر حرکت منو زیر نظر داری. تو خونه خیلی حرفا با هم زدیم، ولی خب هر کدومون سازمون یه جور میزد. اون از من یه چیزی رو میخواست که هیچ وقت انجامش برام ممکن نیست. فرهاد، حرفای اونا کاملا درست و منطقیه، ولی حرفای ما چی؟ به نظر تو حق با کیه؟ ما یا اونا؟ هر دو، چون اونام نگران آیندمون هستن. مارگریت، درست مثل خود ما. من نمیخوام، یعنی نمیتونم به آینده فکر کنم، قدرتشو ندارم. تولد منه. قبلا کادر رو خریدم، فقط نمیدونم چجوری اون شب بیام ببینم تو بهت تبریک بگم. بابام امروز میخواست بریم مسافرت. خب به هر حال مادر تو جورج که هستم من. من ترتیب میدم که اصلا اونجا کسی کسی رو نشناسه. خوبه؟ عالی. یواش با تلیش ریزم. نه جانم، تو که با چشم خودت شاهد و ناظر بودی یه هفته پیش پدر مارگریت تو پارک چه علم شنگه ای را انداخت. آخه چرا بی خودی میخوای خودتو تو هچل بندازی؟ ها؟ عمو تقی، اصلا اونجا کسی کسی رو نمیبینه. هر کسی با یه قیافه ظاهر میشه. میدونین یه چیز روبا میشه، یکی گرگ میشه، یه بدش میاد. یکی خرس میشه. تو هر چی بشی بازم مثل گاو پیشونی سفید میمونی. میشناسن تو کار دست خودتو من میدی. ببینم عمو تقی، بابای مارگریت که نیست، مسافرته. به این زودی هم که بر نمیگرده. من مطمئنم که هیچ اتفاقی نمیفته. ها راستی چطور خود شما با من بیان بریم؟ ول کن پسر، این چه حرفیه؟ به موشه تو سوراخ نمیرفت، یه جارو هم بد به دم بش. حالا حکایت من و توه. همون تقیم تو رو خود شما بیان، باور کنین اصلا اونجا هیچ کس صورت ما رو نمیبینه، همونطور که ما نمیتونیم صورت اونا رو ببینیم. بال ماسک هست دیگه. خب اون وقت چطوری صابخونه یا صاحب جشن رو پیدا میکنیم که کادو رو بهش بدیم؟ من و مارگریت در هر وضعی که باشیم همدیگه رو میشناسیم. شما قبول کن بیا، بقیه کارا با خود من باشه. اصلا حرفش هم نزن، ما رو سکه یه پول نکن، بالا غیرت هم. سریف گلیسه سبولار و مولار Aksiyan nu mes meser di bolor Ganglelet hıbar yarcan neraydum Ukova serler imsir oserdum E ariyan uşar elmi uşana Şadem garo der elçem dimana E ariyan uşar elmi uşana Şadem garo der elçem dimana Yaşan meraygin Han bürner gavum Töperi dagin Can cahel akşik Harmar u harmar Umiyak serler Miyayn kez hamar De ariyan uşyar El mi uşana Şadem garo Yanam doğru sütuna kerdem hani kube Kube baba kube De ariyan uşyar el mi uşana Şadem garo چه دیگه چه یواش یواش میای؟ سلام فرهاد خانم، مارگریت خانم منتظره. بفرمایید. ولی اینطوری که نمیشه، آخه ما رو میشناسن، ما ماسک نداریم که.
شما بفرمایید تو راه رو ماسکاتون حاضر بفرمایید یه متقید ماسکاتون هم حاضر سیدیش چندم در میبینم خدایا بود امید تو بیبریم یه دیگه چوکر آقای اسمید نوکر شما وزیفه چوکر مانش بیدی چه خبر هم بود خدایه من سلام کردن تو رفتی میریم کجا داری میری؟ این بالا دیگم بسیم که اینجا باقه وحش گوری موری باقه وحش که همو من که بهت گفتم جشن بالماتی هست من باید از اینا رو صورت اون بذاریم بریم تو من باید همرنگ جماعت بشیم حالا فهمیدی؟ ای بابا من 40 ساله با آبروی زندگی کردم این چیزا رو صورت هم نذاشتم البته اگه بابات بود 100 سال سیاه پامو این خب حالا که باباش نیست خود تو ناراحت نکنید خدای من چه غلط کرد این رو این اینک تو بردارم نه بابا اگه اینکه بردارم دیگه اینجا رو نمیدونم برگونه دارم این کارو با من نکن اگه شهرداری به فهم من قیافه من عوض کردم من بیرون رو میکنی دارو با من نکنم خیلی خوشگل بودیم آبل برگونم در بردیم از اینجا بله چجوری جلو چشم رو بیدیم آره خیلی خوب بریم همون بفرمی آقایش من بفرمی بیا اینا شما جلو خواستم تو تولد مارگریت شرکت کرده باشم هر طوری بود خودم رو رسوندم بهبونا از اومدن شما خیلی خوشحالم بخونم یه خبر داغ 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 همین الان پاپا از مسافرت اومده متشکرم به همه شما خیر مقدم میگم خواهش میکنم به کارتون ادامه بدید سلام به ما نارو زده داری میری آبروزی یه سلاخ موشه ایدار تو من میخرم برو کجا سلام پدر سلام عزیزم سلام تولدت مبارک باشه متشکرم امیدوارم با فراموش کردن گذشته روزهای قشنگی رو داشته باشی خیلی ازت متشکرم پدر نمیشه یواشکی هم در رفت خدا جونم چیکار کنم استتار کنم خواهش میکنم یه خبرم میخواستم بهت بدم
الان کجاست؟ اگه تونست پیداش کنی؟ بعد وقتی یه چایی هم واسدن نمیشه خداحافظی کرد، صدا بونه میشنازن. من یه سوراخ گیر آوردم، من رفتم. خانم ها آقایان، امشب بین ما یه مهمان خیلی عزیزی وجود داره و اینطور که الان مادر مارگریت در گوش من گفت، یکی از این مهمان ها در آینده خیلی نزدیک میخواد جزی از خانواده ما بشه. گارو میگه مهمان عزیز، گارو میگه حالا خواهش میکنم این مهمان عزیز نقابشو ورداره تا همه افراد فامیل اونو خوب ببینن. با توی مهمان عزیز، نقاب تو وردار، چرا معطلی؟ اینو نمیگه بردار، بزن به اون را. کدوم را؟ چجوری بزنم به اون را؟ کورا؟ خیلی خوب، حالا که خودش روش نمیشه و خجالت میکشه، من از جورج میخوام که بره و این کارو انجام بده. جورج، چرا معطلی؟ برو نقاب و از روی صورتش وردار و به همه معرفیش کن. برو پسرم. انتخابی جورج. اول نوبت مارگریت، بعد جورج. من که نمودم شدم خدا. یه چطوری یواشکی بریم رو تراس خودمون رو پرت کنیم تو حیاط. خب حالا میریم سر هدایا. و اما اولین هدیه از نه از نارملاد برای مارگریت. بگیر بازش کش بده. و دومین هدیه از جورج. جورج بیا بگیر دختر. از نارملاد و جورج بی نهایت ممنونم. و سومین وای رفتر کادوی تو بزن بریم که خیته. برو بانه هستم دیال ندیگه. دوله دوله برو. خدایا یه جوری ما را این جنگه میزه میگه هنجا برو بیرم برو بیرم. پس صد دفعه بهت گفتم نریم اینجا، هی گفتی ما رو نمیشناسن، نمیشناسن. بالاخره ما که زیر اپ پنهون نمیمونه. حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم چیکار کنیم. برای سر خودمون بیاری. ولی قبل از فرار من باید باش خدافظی کنم. چی رو خدافظی کنی؟ خدافظی نداره. بفهم چیکار کنیم؟ از کجا فرار کنیم؟ از اینجا بپریم پایین؟ من نمیدونم، نمیدونم. میتونی بپریم پایین بریم دیگه. لازم نیست بریم. از کجا بریم؟ از همینجا، از همینجا باید بپریم که پدر خودمون رو در بیاریم. برو معطلش نکن. برو بپر. جورج بیا به مارگریت کمک کن. ما الان برمی گردم. ببینم چیه. اینا رو لطفا بازش کن. وای نور کله کار خودشو کرد. آقایون هر خونه یه دری داره. به جای بالا و پایین پریدن از دیوار بهتر آدم همیشه دنبال در اصلی بکرده. بفرمی. منظورتون میفهمم، ولی ازتون خواهش میکنم اگه قراره چیزی بگین به من بگین. راستش من عمو تغییر آوردم اینجا، تازه اونم با خواهش و تمنا آوردم. پدر خواهش میکنم، اینا مهمونای من هستن. مهمون که چرس کنم. بفرمایین اینا مزاحمای زندگی بنده هستن. بفرمایین تا راه خروج رو نشونتون بدم. تمنا میکنم شما بفرمایین. ما واقعا در خروجی رو بلد نبودیم، یعنی گیج شدیم. بفرمایین، بفرمایین. برید آقا، برید. شما هیچ وقت نتونستین دخترتون رو درک کنی. Yeah.
منظره قشنگیه. میبینی مارگریت؟ میبینی صد چطوری جلوی جریان آبو میگیره؟ بکش، آدم ها برای همدیگه صدی وجود نمیموردن. شاید اون وقت دنیا به این قشنگی نمیشد. ولی مارگریت، من دیگه نمیخوام برای تو یه صدی باشم. منظور چیه؟ تو میتونی مسیر عادی زندگی تو خیلی راحت طی کنی. نه، این حرفو نزن فرهاد. ما 12 سال با هم زندگی کردیم. بله، بدون اینکه بخوایم به واقعیت فکر کنیم. ولی واقعیت زندگی من تو هستی فرهاد. با چشم بسته نمیشه واقعیت رو دید. واقعیت اون صدیه که بین ماست مارگریت. تو بر میداریم، مگه نمیشه؟ چرا؟ ولی جریان آب خیلی را از بین میبره. ما که نمیخوایم اینطور بشه. میخوای؟ نه، ولی آخه گناه من چیه؟ گناهی در کار نیست مارگریت. اینجا آخر خطه و ما باید هر کدوم به تنهایی راهمون رو ادامه بدیم. فقط همین. پس تو میخوای همه چیزو فراموش کنی؟ بله، چون راهمون خیلی از هم دیگه جدا است. یعنی همه چیز تموم میشه؟ ما نمیتونیم با هم دیگه زندگی کنیم مارگریت. اینو بفهم، ما که بچه نیستیم، عقل داریم. نباید احساساتمون بر عقلمون غلبه بکنه. تو جوونی، خوشگلی، زندگی خوبی میتونی با هم مسلکای خودت داشته باشی. و اگه کمی عمیق‌تر فکر کنی، خیلی راحت میتونی این قضیه رو درک بکنی. ما که هر دو دیگه تو هستیم، تو رو پرستش میکنیم. کجای این کار انسانیته که آدم مهمونشو تو خونه بذاره و بدون خداحافظی ول کنه و بره؟ مهمونایی که چندین بار به اینجا اومدن، اونم فقط به خاطر تو. پدر، من که دعوتشون نکردم. اصلا دلم نمیخواد اونو برای دیدن من بیان اینجا. تو با این حرفای پوچ و نسنجیده چی رو میخوای به من ثابت کنی؟ تو اصلا دلیلی برای ادعای حرفت نمیتونی داشته باشی. تو نمیتونی به خاطر عشق جسمانی ایمان و عشق روحانی تو از وجودت ریشه کن کنی. ما اجتماعی زندگی میکنیم و تو تنها متعلق به خودت نیستی. دور و برت رو نگاه کن، من، مادرت، جورج و همه اونایی که از ما هستن. پدر، به نظر من شما بی تقصیر نبودی. نمیبایستی اجازه میدادی مارگریت 10-12 سال از زندگیش در کنار فرهاد بگذرونه. شما که از دوگانگی مذهبشون اطلاع داشتی؟ آره پسرم، ما از اول اینا رو میدونستیم، ولی کسی فکرشون نمیکرد که کار به اینجاها بکشه. من خستم، میرم استراحت کنم. دخترم، اینو میدونی که ما سخت نگران آینده تو هستیم. متشکرم پدر. فرهاد، آخه چرا میخوای کار دست من بدی؟ آخه چرا میخوای این یه لقمه نونمونو ببری؟ آخه من تو این مدت به خاطر تو زن نگرفتم که نکنه خدایی نکرده حرفی ترود بزنه و فکر کنی سایه زنمو بالای سرته. فرهاد، به جون خودت نمیخواستم این حرفا رو بهت بگم، ولی آخه مجبورم میکنم. چی عمو تقی؟ بابای دختره چند وقت پیش بلند شده یه راست اومده تو دفتر پارک پیش اون همه آدم، هرچی از دست شما ها دقیق دلی داشت سر من بدبخت خالی کرد و رفت. البته میدونم که اون یه پدر حق داره، همینطور که من حق دارم فرهاد، با این که پدرت نیستم. نه این حرفو نزنم متقی. حق نداره برای تو ناراحتی به وجود بیاره. اگه این میونه کسی باید ناراحتی و زجر بکشه و تحمل بکنه، فقط منم. فرهاد، مگه منو تو داریم؟ تو چشم منی. به اروای بابای خدا بیامرزت، من بیشتر از تو دارم بسته میخورم، واسه خاطر اینکه میدونم هر دوی شما بیگناهیم. و اگه از تو میخوام که مارگریت رو فراموش کنی، فقط به خاطر سعادت اون و خوشبختی خودته، چون میدونم آهن سرد کوبیدنه. عموتقی، همونطور که قبلا بهت قول داده بودم، الان یه هفته است که من مارگریت رو ندیدمش. انگار برام یه عمر، ولی میخوام عادت کنم، میخوام فراموشش کنم، میخوام همه راضی باشن، میخوام همه بخندن،
میخوام اونو از خودم برنجونم و از خودم متنفرش کنم. تا اون وقت هم خدا راضی باشه هم بنده خود. مارگریت؟ بله. کجا میخوایی بری؟ کلیسا. کلیسا؟ آره. ولی امروز که یه شنبه نیم. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که گم شده تو توی کلیسا نیست که دنبالش بری. جای دیگه هست. بازم فرقی نمی کنه. مارگریت، ما مشکل تو رو میدونیم. ولی درد چیز دیگه هست. ما آدم ها همیشه از درد حرف میزنیم بدون اینکه به درمونمونم یه کمی فکر کرده باشیم. اگه تو بخوای میشه این درد رو درمون کرد. ولی به چه قیمتی؟ به باهای زندگی دو موجود؟ دو موجودی که گناهشون بیگناهیه؟ سلام مریم خانم. سلام خانم. بفهمی تو؟ مرسی. ایشون خونه نیستن. شما پیغام منو به ایشون دادین؟ بله، من بهشون گفتم که شما چند دفعه است اومدین سراغشون. متشکرم. پس لطفاً بازم بگین. من فردا ساعت 4 تو پارک منتظرشم. باشه. از من گفتن. متشکرم. خدا به سلامت. Thank you.
سفینه فضایی تا چند لحظه دیگر به کره مریخ خواهد رسید. دیدم که اونجا هم گرفتن آخرش که چی؟ آخرش هم مثل اوله. سفینه چیه؟ آب جو رو عشقم. شما به مشرتن من بیشتر قربون خدا و از خانه هری خودم در ریبت بیاش کردم بریم هر جا عشقت باشم بریم خیلی عوض میخوام ببخشید قربونتون برم الهی برو دست فرهاد من بگیر از اون تو ورشدار بیار بیرون خیلی معذرم فرهاد شما نشسته اون تو داره دوا میخوره من نمیخوام برم تو بروش بیارم ناراحت میشه ماره گرفتی داداش اون تو همه فرهادن و از عشق شیرین درم میاد نه آقا رضا شما دارین میرین اون تو؟ مگه ما جای دیگه هم داریم؟ میشه لوتی گیری کنین و اون دست پسر منو بگیریم بیاریم بیرون آخه از سر شب تا حالا نشسته اونجا داره کوف میل میکنه خب بذار میل کنه نوش جونه چه کوفتی بهتر از زهر ما اون که تا حالا از این غلط ها نکرده واسه خاطر یه دختر داره پاک الکلی میشه اگه فرمایی مجنونه نه آقا رضا فرهاده اونه هاش اونجا نشسته بیه نشونه زهر عرب چیه شیلی؟ اونه هاش اونجا اونی که داره تون کوف میکنه اونجا چیزی نمیخوره که چرا الان میخوره نگاه کن دیدی؟ راست میگه از چقدرم بد میخوره حالمو گرفت امروز دیگه عشق پست خوردن نداره خب دختره رو براش میگیره نمیشه اختلاف بینشون هست نه فهمیدم اول پیاله و بعد مستی خب برن کلانتری هندشونه بیا در گوشت بگم در گوشی؟ چی؟ سلام عزیزم چرا انقدر دیر کردی؟ چطوری جمون؟ خسته نباشی خیلی ممنون دست تمیز کن بیا کارت جلان تو تنهای منم تنهام اجازه میدی پیشینه قدمت رو چشم بیبلا پسر یه پنج سیری برد بیار بذار اینجا این گوشه میست اینجا هستش پسرم قربون هستی بیست پرش این چی ببین پرش صدا آید فرهاد شما اسم من از کجا میدونی؟ تازه من میدونم دردت چیه میدونم از خاطر چی اومدی اینجا نشستی و ماتم گرفتی به من میگن آقا رضا گل صورت ما یه عمر داریم تو روانشناسی میخونیم دیگه داریم جامعه شناس میشیم نوشه جان بخور جونم ببین فرهاد خان اجازه بده یه چیزی رو واسه بگم تو الان در کمال عشقی و خودت هم نمیدونی تو من دختره رو دوست نداری خب اونم تو رو دوست داره خب عشق یعنی همین دیگه تو الان در اوج عشقی و خودت خبر نداری و اگه ازدواج کنی افول کردی هزار سال از عشق لیلی و مجنون میگذره هنوز مردم وادی نشین سیاه پوشن میدونی واسه چی؟ واسه اینکه اون دوتا وجود هم دیگه رو میخواستن بزن شایش برو بالا بی بیرون رفیق اخماتو وا کن دنیا ارزش این حرفا رو نداره آقا رضا کی این رو به شما گفته؟ اولش شاید گفتم ما روانشناسی حالا پاشو یاد بابا مفتدم به سلامتی هرچی پدر و پسره میرم عرق هم بخورم بابا سلام علیکم از این یارو من ای
بیشتر روزا میاد روی همون نیمکتی که با هم میشستین میشینه و عشق میریزه. دیگه اون دختر شاد سابق نیست. خیلی سخت رول بازی کردنم اتقی میدونم، ولی مقاومت کن. سلام. سلام، کجا بودی؟ رفته بودم بیمارستان بابامو مرخص کنم. خب حالش چطور بود؟ ای تعریفی نداره. راستی بازم امروز مارگریت خانم اومدن و ازم خواستن که این کاغذ رو بدم به شما. مرسی. از من فرار نکن فرهاد. چند دفعه میام خونتون نیستی. فردا بازم ساعت 4 میام. خواهش میکنم خونه باش. مریم خانم؟ بله بله. اگه بهت احتیاج داشتم میتونم رو حساب کنم ها؟ البته. متشکرم. منم خیلی دلم میخواست این دیوار فرو میریخت، ولی نه به بهای ایمان و اعتقاد یک انسان، انسانی که واقعا عشق میورزه، درست مثل خود من. عشق کلمه ای مسخره تر از این کلمه وجود نداره. گوش کن مارگریت، تو این دنیا عشق چیزی نیست جز شهوت و تقلب و دروغ. میفهمی؟ شهوت و تقلب و دروغ. تازه تو عاشق مردی هستی که به اعتقادات خودش وفاداره، ولی میخواد تو رو به خاطر رضای وجود خودش از سکوی ایمان و اراده پایین بکشونه و اون وقت فاتحانه به شکست درونی لبخند بزنه. درست میگم خواهر عزیز؟ نه، اشتباه میکنی جورج. فرهاد تو به حال حتی یک بارم اینو از من نخواسته، منم از اون نخواستم. به همین خاطره که هر دو داریم نابود میشیم. مارگریت، عشق از هر تاونی سیاه تره. عشق آدمو کر و کور میکنه، اما تا به حال دیده نشده کسی رو بکشه. ولی این عشق داره منو میکشه. نه، عشق زورش به تون نمیرسه. فقط احمقا از درد عشق میمیرن. اگه تو این دنیا هر چیزی ناقصه، عشق در ناقص بودنش نقصی نداره. جورج، تو مرد خوشبختی هستی، چون اقلا تو این دنیا به مزخرفات خودت اعتقاد داری. ای خواهر بیچارم، میدونی به یک طاعون زده هیچ کمکی نمیشه کرد. بله، تو اتاقش اون بالا. بفرمایید. اولشم میدونستم که آب شما دوتا با هم توی یه چوب نمیده. نه، من هیچ چیز نمیتونم باور کنم عمو تقی، نمیتونم. ببین دخترم، بالاخره این اتفاق دیر یا زود بایستی میفتاد. چرا؟ برای چی عمو تقی؟ والا چراشو دیگه خودت بهتر میدونی. شکنجه میدن، عذاب میدن. آخه چرا؟
من که کاری به کسی ندارم، چیزی از کسی نمیخوام. من که از فرهاد نخواستم به خاطر عشق ایمانش رو از دست بده. بازن بودن جهنمه، بیزن بودنم جهنمه. درسته، ولی صلاح برای اینه شو آدم موقع خوشی کنک این زنها رو بکنه. نه موقع نیستی. حالا ببخشین آقای روبرت، والد وقتی شروع میکنه به شوخی کردن دیگه حالا حالا ول کن نیست. ببین جانم، زندگی با زن همش در عذابه. متوجه شدی؟ پدر، عجوبه‌ای که اسمش مادر زنه چی؟ اونو چی میگه؟ حرف قشنگی نزدی؟ اجالت کشید. تازه وقتی که با زنه دفتی دور رفته خواب یه نغمه تازه گرگه میکنه، بازد زوزه میکشه، میگه چرا منه نمیبوسی؟ چرا برام آواز نمیخونی؟ معلومه که دیگه منه دوست نداری، بیهست. فقط کاری که دور رفته خواب بلدی خورخور کردنه. ببخشید، با اجازه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بفرمایید. مارگری، تو هنوز اینجا نشستی؟ دخترم مهمونا منتظر تو هستن. من که به شما گفتم مادر، آخه چه فایده ای داره که من خودم رو آرایش کنم و مثل یه عروسک بیام مقابل اونا بشینم؟ من که بارها به شما گفتم من به هیچ وجه قصد ازدواج ندارم. چرا راحتم نمیذاری؟ حالا چرا داد میزنی دخترم؟ تو که میدونی ما خوشبختی تو رو میخوایم. ببین عزیزم، فرهاد نمیتونه با تو ازدواج کنه، نمیتونه تو رو خوشبخت کنه. فکر اون از سرت بیرون کن. بیا بریم، بیا بریم، جوزف منتظرته. دلم کن، من نمیخوام هیچ کس منتظر من باشه. من از همه مردم متنفرم، از همشون بدم میاد. راحتم بذاری. آخه چی از جون من میخوای؟ ببخشید، از روی میام خدمت، خواهش میکنم. دلم کنی میاد. چرا داد میزنی؟ صدا تو میشنون. این کارا چیه میکنی دختر؟ بذار همه صدای منو بشنون. من از همه مردم متنفرم، همشون به آدم خیانت میکنن، دروغ میگن. من هیچ کس رو دوست ندارم. من اصلا نمیخوام زنده بمونم. مثلا دلت خوشه که زنده یا داری زندگی میکنی؟ چیزی میل داریم برای نه متشکرم. دلم نمیخواد کسی به خواستگاریم بیاد. هیچ کس رو نمیخوام. از اون جوزف هم بدم میاد. مثل این که تو اون اتاق ذکر خیر جوزفه. با اجازتون من الان برمیشم. میگم که بالاخره نفهمیدم موضوع از چه قراره. همیشه بهش نزدیک. من که ازش نخواستم به خاطر من و بقای عشقمون به دین و مذهبش پشت کنه. هیچ وقت چنین چیزی رو ازش نخواستم.
همینطورم میتونستیم به هم عشق بورزیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم. دخترم اون دوتا شاخ گل رو نگاه کن، هر دو قشنگن و گلن، ولی ما باغبونا نمیتونیم اونا رو با هم پیوند بزنیم، چون نمیشه پیوند زد. حالا چرا؟ اون دیگه از عقل ما باغبونا که پاشون زحمت کشیدیم و پرورششون دادیم خارجه. همه تون حرفتون همینه. به فرهاد بگو تو اون دنیام به فکرش هستم. مارگریت وایسا دخترم، وایسا کارت دارم. فرهاد، فرهاد چی شد عمو تغییر؟ چی شد؟ این درست نیست پسرم، خدا رو خوش نمیاد. عمو تغییر آخه پس چی کار کنم؟ چی کار کنم که هم خواست خدا باشه هم خواست بنده خدا؟ نمیدونم، ولی نذار این باعث نابودی یه موجود بشه. برو برو بهش برس و یه جوری از دلش در بیار.
خطم بذار. نه مارگریت. گوش کن ببین چی میگم. نه نه جلو نیا فرهاد. من تصمیم خودم رو گرفتم. مارگریت باور کن. باور کن اشتباه داری میکنی. باور کن مارگریت. نه من اشتباه نمی کنم. ببین مارگریت. گوش کن. باور کن اینجا فقط خوشبختی تو مطرحی. من نمیخواستم تو رو نابود کنم. من نمیخواستم به تو و احساس قشنگ تو لطمه بزنم. میفهمی؟ فرهاد تو خیلی منو عذاب دادی. مگه من به تو چی کار کرده بودم؟ مگه من چی از تو خواسته بودم؟ من تمام این نقشه ها رو به خاطر سعادت تو کشیدم. من هیچ وقت با هیچ کس رابطه ای نداشتم. تمام اون صحنه های ساختگی بیشتر از اون که تو را عذاب بده منو زرج میداد. نه من باور نمی کنم. مارگریت به عشقمون قسم. آخه چرا فرهاد؟ چرا؟ من از همون بچگی خدا رو میشناختم. وجودش رو توی قلب کوچیکم حس میکردم. مثل حالا. حالا که اینقدر بهش نزدیکی ازش بپرس چرا باید این خط سوم خونده نشه و یا حداقل کسی نتونه اونو بخونه. کدوم خط؟ همین خطی که بین من و تو کشیده شده. شب تو خواب مریم مقدس رو دیدم که دسته کوچیک عیسی رو گرفته بود تو دستش. اونم آروم آروم راه می رفت. تا منو دید لبخند زد. منم از خوشحالی چشم پر اشک شد. تا اومدم اشکامو پاک کنم یهو غیبی زد. اون وقت آسمون و زمین پر از سکوت شد. اگه غیبش نمی زد به چی می خواستی بهش بگی ها؟ خیلی حرف داشتم که بزنم برای عشقمون، برای آیندمون التماس کنم. التماس کردن برای هیچ کس کار آسونی نیست. بله و بیشترین رنج و درد و آدم در همون لحظه حس میکنه. لحظه التماس، لحظه سکوت خدا. خب دیگه من دیگه شما رو بیشتر از این نمیشه در انتظار گذاشت. باید فوت کنم نه؟ کمک کن. تولدت مبارک عزیزم. رفتی تو چند سال؟ 25 دیگه. کم کم داری پیر میشی یا؟ فکر کنم.
حرف رو ملتون خدافز سر بیش خوش اومدی یاهو مرشد جان خدافز به سلامت خواهش میکنم خوش اومدی خدافز پنچره این طرف هم پنچره یعنی چی؟ خب حالا چیکار کنیم؟ هیچی بلش کن با تاکسی میریم خیلی خوب بریم از اون طرف تاکسی میریم حسن اومد آقا پسر و خوهرتون اومدن قربون خیلی خوب بریم بریم ولی مواظب باشین مارگریت صدمه ای نبینه باشه قربون بریم آقا آقا کجا تاش میبرن چی میگن؟ درخشنا دختره چی؟ ایشونم با من میان این وقت شب دنبال فضول نمیگشتن فهد بریم ویرشون کن من که کارشون ندارم خیلی خوب بریم بریم کاشم اگه ما میذاریم بریم بریم آقا همونطور که گفتی عمل کرد به خواهد که سرده باید نشد دیست کسو آوردیم حسابی کنید آره میتونی بلنشی آره میتونی را بری آره بلنشو بلنشو چیزی نیست چیزی نیست Thank you.
امشب چرا لباس پوشیدی؟ میخوام برم کلیسا. مارگریت تو دیگه راست راستی داری شورشو در میاری. آخه یکم مروت داشته باش دختر. اقلا به موی سفید پدرت احترام بذار. دست از سرم ورداری، ولم کنی، تو خدا راحتم بذاری. آخه کی از جون من میخوای؟ کی این در رو باز کرده؟ بذار انقدر این تو بمونه تا فکر پوسیدش بیشتر بپوسه. روبرت تو عصبانی هستی، تو برو تو اتاقت، من با شرف میزنم. این دختر زندگیمونه ازمون گرفته، نابودمون کرده. همه به ریش من میخندن، همه اونایی که با خانواده ما رفته آمد داشتن رابطه شونو با ما قطع کرد. چرا؟ آخه من چه لکه ننگی به دامن این خانواده گذاشتم؟ چه ننگی بدتر از این که حتی تو کلیسام نمیتونم برم. همه ما رو به چشمه مرتد نگاه میکنن. آخه دردم رو به کی بگم؟ به کی بگم؟ به کی بگم؟ رابط چی شد؟ گفتم که خودتون ناراحت نکن. چی شد؟ پدر شما عصبانی هستید. بلنشین بریم تو اتاقتون استراحت کن. بلنشین پدر. کمک کن. بلنشین پدر. بلنشین. ناراحت نباش پدر. مسیح را به صلیب میخکوب نمودند و آن را از زمین بلند کردند، فریاد داد: خدا، خدای من، چه شد این گونه رهایم کردند؟ فکر کرد پدرش او را در آسمان رها کرد. لابد بیشترین رنج و درد را در این لحظه کشیده، لحظه سکوت خدا. بله، بله پدر، ولی پشت درد جسمانی درد بزرگتری هم هست. منظور منو میفهمی پدر؟ بله میفهمم، همیشه همین طور بوده دخترم. پس ما هممون گرفتار ستم خداوند هستیم. نه دخترم، خداوند به هیچ کس ستم نمی کنه. این خود ما آدم ها هستیم که ستم کاریم. پس
کدوم یک از ما راه نجات داریم؟ هیچ کدوم. هممون سرانجام محکوم به زوال و نیستی هستیم. بله میفهمم. خب دخترم، نگفتی چرا این موقع شب برای دعا به کلیسا اومدی؟ فردا هم روزی از روزهای خدا خواهد بود. پدر روحانی، دلم سخت گرفته بود. بی علاقگی آدم ها به سرنوشت هم دیگه. در دنیا رو برون بسته. زندانی خواب و خیال های خودم شدم. میخوای به گناه خودت اعتراف کنی؟ درد اینجاست که نمیدونم واقعا گناهکارم یا بیگناه. فقط میتونم اعتراف کنم که واقعا عاشقم. خدا خود عشقه. عشق خداست. عشق بهترین دلیل وجود خداست. عشق بچه تمایز تمام آدم هاست. ولی همه منو سرزنش میکنن. من در چشمای یکایی که افراد خونوادم نفرت و وحشت حس میکنم. چرا دخترم؟ چه عاملی باعث شده تو اینقدر زندگی رو به خودت دشوار کنی و رنج بکشی؟ ببین پدر، من یک مسیحی متعصب هستم. مثل شما، مثل پدر مادرم. کسی رو که دوست دارم یک مسلمونه، اونم مسلمونه با ایمان. ما و خانوادمون هیچ کدوم نمیخواییم به خاطر عشق دین و مذهبمونو زیر پا بذاریم. ولی این فقط به خاطر دوگانگی مذهبه. ولی یگانگی قلب و روحمون چی؟ آخه ما هر دو بنده یک خداییم، نیستیم؟ البته که هستید. ولی دخترم، تنها شما دو نفر نیستین که از فراغ هم شکبه و شکایت دارین. تنها عشق نمیتونه در وصال ابدی بشه. پدر روحانی، کمکم کنی. من دیگه نمیتونم طاقت بیارم. 12 ساله دارم مبارزه میکنم. درست از زمانی که چیزی از مذهب و دین نمیدونستم، بازم باید مبارزه کنم. ما تا وقتی که مقاومت میکنیم زنده هستیم. پدر روحانی، تو کلیسام همینا رو به من میگفت. ولی بالاخره چی؟
دیگه یه مش پند و نصیحت به چه درد ما میخوره؟ مخلوق خدایی با همو از هم جدایی، ای خدای بود و وحدت، کو محبت، کو محبت، کو محبت، کو محبت. هر دو مخلوق خدایی، خالق ما هر دو یک تا، یه طرف بانگ مؤذن، یه طرف زنگ کلیسا، یه طرف زنگ کلیسا. نمیگم زنگ کلیسا یادی از کفر خدا نیست، وقتی صحبت از خدا شد دو تا دین از چرا بیشتر می نشینی؟